26 هفت 92 تهران. بعدا میگن کرونا چرا انقدر زیاد. برگزاری مراسم عزاداری در تهران و مشهد همزمان با تمدید تعطیلی پایتخت. در برنامه 60 دقیقه میپرسیم آیا سیاست دولت ایران برای مهار شیوع کرونا گرفتار استانداردی دوگانه است؟ همچنین در برنامه امشب پناهنده 18 ساله چچنی قاتل معلم فرانسوی، رئیس جمهوری فرانسه میگوید که حمله دیروز تروریستی و ناشی از اسلامگرایی افراطی بوده. آقای جمهور از دستور خارج شده که استیضاح به قوت خودش هست. سخن از استیضاح رئیس جمهور ایران بعد از تهدید او به اعدام. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید اکثریت مردم خواهان عزل و مجازات روحانی هستند و استیضاحش هم به قوت خود باقی است. واکنش ها به کشف صدها هزار دلار داروی قاچاق در عراق. سازمان غذا و داروی ایران میگوید که داروها ایرانی نیستند و صرفاً از ایران ترانزیت شدند. و دور محمد کشمی خواننده ترانه های عامیانه افغانستان درگذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. کرونا این بار چنان گریبان ایران را گرفته که حتی آمارهای رسمی نشان از یک بحران بسیار جدی دارد. آمارهایی که گفته می شود کمتر از شمار واقعی مرگ و میر ناشی از کرونا است. حالا تعداد قربانیان ویروس کرونا در منابع رسمی ایران از 30,000 نفر گذشته، 253 نفر در شبان روز اخیر. دولت محدودیت ها در پایتخت را یک هفته دیگر تمدید کرده، ولی از تجمع برای برگزاری مجالس عزا جلوگیری نمی کند. گروهی از مردم از مشاهده بیمارستان های شلوغ و بیمارانی که با مرگ دست و پنجه نرم می کنند وحشت زدند. گروهی هم بیخیال بار و بنه سفر بستند، بلکه محدودیت های کرونا را تبدیل به تعطیلاتی دلپذیر کنند. برخلاف توصیه های علمی و بهداشتی، ایران چطور میتواند این بحران را مدیریت کند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از پرهام قبادی. برگزاری مراسم مذهبی با وجود وضعیت بحرانی کرونا. اینجا مشهد است و نشانی از فاصله گذاری اجتماعی دیده نمیشود. هرچند رسانه های ایران میگویند که اصول بهداشتی رعایت شده. عزاداران از صبح امروز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی خودشونو به این مکان مقدس رسوندن. تشویق به شرکت در تجمع ها در شرایطی که رهبر ایران مراسم عزاداری را خصوصی برگزار کرد. از آغاز همه گیری آیت الله علی خامنه ای ماه هاست که حضوری در مراسم عمومی نداشته. 26 هفت 92 تهران. ویدیوی دیگری که به دست ما رسیده برگزاری دسته های عزاداری در تهران را نشان می دهد. تراکم جمعیت بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شهری که بحرانی ترین وضعیت را در ایران دارد و در حالی که محدودیت ها و تعطیلی ها یک هفته دیگر در پایتخت ایران تمدید شده. مراسم درگذشت امام هشتم شیعیان تنها مراسم این روزها نیست. این هم قزوین، مراسم تشییع یکی از نیروهای ایرانی در سوریه، نیروهایی که حکومت ایران به آنها مدافعان حرم میگوید. این مراسم در شرایطی برگزار میشود که در یک هفته گذشته تلفات روزانه ناشی از کرونا در ایران به بیشترین حد خود در ماهای اخیر رسیده، بنابر آمار وزارت بهداشت ایران. همچنین در شرایطی که تخت خالی در بیمارستان ها نیست. اصلا تخت وجود نداره. همین الان اورژانس اصلا جا نداره. ظرفیت بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها تکمیل است و بسیاری از بیمارستان ها بیمار جدید پذیرش نمی کنند. شما پذیرش بیمار کرونایی داری؟ یکی از شهروندان تهران به ما گفت هیچ بیمارستانی در این شهر او را بستری نکرده و علارغم ابتلا به کرونا او به شهر دیگری رفته. پس شدم عکس بگیرم و پتر شدم ریه هم درگیره. تهران موفق نشدم بسترشم. خودم رو رانده گیم نیم تستم بکنم.
آژانس گرفتم، رفتم شهرستان عراق، عراق بستری شدم. من نزدیک 20 میلیون تومان هزینه کردم. الان یه دستگاه اکسیژن ساز کرایه کردم که برای مدت یک ماه 3 میلیون تومان. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده 27 استان از 31 استان ایران در وضعیت قرمز هستند. 3 استان فارس، هرمزگان و گلستان هم در وضعیت هشدارند. دولت پیشتر برای مقابله با این وضعیت ورود و خروج به 5 شهر را ممنوع کرده. تهران، کرج، اصفهان، ارومیه و مشهد. ورودی خروجی های شهر کرج. اما بسیاری تعطیلات را فرصتی برای سفر می دانند. برخلاف توصیه های بهداشتی و بدون اعتنا به بحران موجود. جا ساحل در جای نکاست، ملت اومدن بدون رعایت مسائل کرونا. شنا خلاف تازه ترین موج کرونا. پرهام قبادی، بی بی سی. دکتر محمود رضا پورکریم، متخصص ویروس شناسی از لوون بلژیک با ما هستن. آیه دکتر، صرف نظر از اینکه چقدر عملی باشه، دولت میگه که مثلا مراسم عزاداری رو برگزار کنید در فضاهای باز، چقدر از خطر کم میکنه؟ سلام عرض شد، شب شما بخیر و شب بینندگان عزیزتون. ببینید، اجازه بدید من صحبتم رو با این جمله شروع کنم که متاسفانه کل دنیا، نه تنها ایران، از فاز غروب این پاندمی داره وارد فاز تاریکی میشه و بسیار بسیار فاز خطرناکی است. ما یه ویروسی رو میشناسیم که از طرق خاصی انتقال پیدا میکنه و برای فرار از دست این ویروس پروتکل نوشتیم. بر اساس این پروتکل ها ما بایستی هوا رو ونتیله کنیم، دستامون رو زیاد بشوریم و ماسک استفاده کنیم، فاصله اجتماعیمون رو رعایت کنیم. قطعاً برگزاری مراسم عزاداری در فضای باز ریسک رو کم میکنه و کم هم کرده، کما اینکه ما در محرم هم دیدیم این قضیه رو. اما این رو عرض کنم خدمت شما، جاهایی هم بودند که این پروتکل رو متاسفانه رعایت نکردند. در فضای باز بسیار ریسک رو کم میکنه، ماسک پوشیدن بسیار ریسک رو کم میکنه، تمام این تصاویر هست. اما همه اینها رو عرض کنم خدمت شما، ببینید یک پکیج هست انتقال این ویروس. تنها مراسم عزاداری و جمع شدن ها یا به قول اصطلاحش mass gathering نیست، mass movement هم هست. ما برای عزاداری ها پروتکل داشتیم، اما برای مسافرت ها هرگز پروتکلی ندیدیم. تا همین اواخر هفته گذشته بنا شد یه مقدار از مسافرت ها به سمت شمال کشور جلوگیری بشه. تمام طول تابستان دو سوم بالایی کشور ما قرمز بوده. یعنی چی؟ یعنی از نیمه کشور کسانی که دستشون میرسیده و همیشه تعطیلاتشون رو تشریف میبردن شمال رفتن، کما اینکه فرمانداران و استانداران استانهای شمالی کشور داد و بیداد میکردن که نیاید، خواهش میکنیم تشریف نیارید. تنها رفتن نیست، بلکه برگشتن اونها و ویروس را آوردن و موو دادن و حرکت دادنش هست. البته عرض کنم خدمت شما، این مصیبتی است که تمام دنیا باهاش روبروست. ما هفته گذشته هلند رو تمام رستوران ها و کافه هاش رو بستن، اما از مرز هلند هلندی ها آمدن توی بلژیک و کافه و رستوران رفتن. یعنی چی؟ یعنی یک جایی همه انسان ها دارن تبعیت نمی کنن از پروتکل ها. و این خیلی خیلی برای جامعه بشری خطرناک شده. به مورد هلند اشاره کردید، گفتید در سراسر دنیا این مشکل هست. کشورها و دولت ها به صورت جدا جدا و انفرادی سعی کردن که مقابله بکنند، به نظر میاد که موفق نبودند. آیا هیچ عزمی جهانی، هیچ اراده‌ای که مرزهای جغرافیایی رو به رسمیت نشناسه فراتر از اون دیده میشه برای یک مقابله جهانی؟ ببینید، از همون روز اول بنا بود که تمام کشورها با همدیگه تصمیم بگیرن، با همدیگه شروع کنن و با همدیگه این مقابله کنن. تا این سولیداریتی و تا این هماهنگی هم به وجود نیاد، متاسفانه ما موفق نیستیم. گرچه سازمان جهانی بهداشت تاکید میکنه که پروتکل ها بایستی تیلورد و محلی باشن، یعنی ما بر اساس
جمعیت کشورمون بر اساس پراکنش و بر اساس اینکه چقدر دنس و متراکم هست تصمیم بگیریم. سوئد رو می‌بینیم، دیشب بحث بود در WHO که چرا سوئد ماسک رو اجباری نکرده یا هلند ماسک رو اجباری نکرده. بحث رو گذاشتن بر این که خود دولت‌ها تصمیم بگیرن و بر اساس جمعیت خودشون و بر اساس شاخص‌های جمعیتی وارد عمل بشن. ما از ببینید الان دنیا به جایی رسیده برای اینکه این هماهنگی رو ایجاد بکنه بایستی حاکمیتی ورود کنه. در اروپا از جمله بلژیک ما از دوشنبه شب منع تردد خواهیم داشت تا صبح. اینها چیزهایی است که بایستی در همه کشورها به روز بشه پروتکل‌ها، به ساعت بشه پروتکل‌ها تا بتونیم از شیوع این متاسفانه جلوگیری کنیم. من قبلا تو برنامه‌های شما هم عرض کرده بودم ما بایستی نریم توی فازی که آنفولانزای اسپانیایی ایجاد کرد و بعد از تابستان متاسفانه تعداد تلفات خیلی بیشتر از قبل بود. اگه برگردیم به موضوع ایران، خب در سایر کشورها دولت‌ها تلاش‌هایی می‌کنن، سعی می‌کنن که اجرا بشه، ولی در ایران استانداردها رو دوگانه نمی‌بینید. شهر رو قرنطینه می‌کنن، بعد مثلا از تجمع در مراسم مذهبی جلوگیری نمی‌کنن که هیچی، حتی به گونه اون رو تشویق هم می‌کنن. من تشویق رو ندیدم. علی ظاهر عرض کردم خدمت شما پروتکل ها بایستی مختص یک جا نباشه، بلکه تمام این پکیج ها بایستی با هم انجام بشه. یعنی اگر ما جلو مسافرت میگیریم، جلو تجمع ها رو هم بگیریم، پابلیک ترانسپورتمون رو هم بتونیم خلوت کنیم، اینها تمام کارهایی است که بایستی با هم انجام بشه. تأکید سازمان بهداشت جهانی این هست. اما اجازه بدید من این قضیه رو هم اینجا بگم که ایران دارای محدودیت‌های بسیاری است. ما اگر می‌بینیم که اروپا در ظرف یک هفته گذشته تا الان 80% کیس‌هاش زیادتر شده نسبت به ماه مارس، و یا اینکه ما پیش بینی میکنیم در اروپا هفته‌های آینده ICU ها فول بشن، این به خاطر این هستش که ما برآوردهای تست هامون این رو به خوبی میگه. ما در ایران در شبانه در کل تست هایی که گذاشتیم اگر بخوایم حساب کنیم 53,000 تا به ازای هر میلیون نفر ما تونستیم تست انجام بدیم، به ازای هر میلیون نفر. اما توی بلژیک 11,400,000 نفری ما چیزی حدود 343,000 تا تست بر اساس 1,000,000 تونستیم. اینها اثرهایی است که متاسفانه تحریم ها داشته، متاسفانه محدودیت هایی است که ما باهاش مواجه هستیم تا بتونیم تخمین بزنیم و بر اساس اون برنامه ریزی داشته باشیم. در ایران دست ها بسته است متاسفانه در این قضایا. اگه از دارو و درمان بگیم، درباره داروی رمدسیویر حرف و حدیث های تازه ای مطرحه. بله، اجازه بدید خدمتتون عرض کنم متاسفانه از دیشب با از پریشب با خبر سازمان بهداشت جهانی انسان‌های معاصر ما در واقع خلع سلاح شدن برای این ویروس. ما فکر می‌کردیم رمدسیویر میتونه کار بکنه، دو سه تا از آنتی وایرال های دیگه کار بکنه. با یک ترایال بزرگی که سازمان جهانی بهداشت از 6 ماه قبل شروع کردند و 13,000 بیمار رو مطالعه کردند در 500 بیمارستان و 30 کشور، در این ترایال بزرگ و کارآزمایی بالینی بزرگ مشخص شد که متاسفانه رمدسیویر هم هیچ تأثیری نداره. من همینجا عرض کنم خدمت شما بهترین فعلا بهترین اقدام که میتونیم بکنیم این هستش که پلاسما درمانی رو فعال بکنیم. پلاسما درمانی جواب خودش رو در پاندمی های قبل به خوبی داده، اما این هم بایستی با استانداردهای خودش باشه، با پروتکل های خاص خودش باشه تا بتونیم موفقیت آمیز باشه حرکتیم. بسیار ممنونم از دکتر محمود رضا پورکری، متخصص ویروس شناسی در لوون بلژیک. رئیس جمهوری فرانسه میگوید مردی که دیروز در نزدیکی پاریس یک معلم مدرسه را به طرز فجیعی کشت میخواست از آزاد اندیشی کودکان جلوگیری کند. در این حمله مرد مهاجم سر معلم را با چاقو برید، چون او در کلاس درسی درباره آزادی بیان کاریکاتورهای جنجالی مجله شارلی ابدو درباره پیامبر اسلام را به شاگردان نشان داده بود. کسرا ناجی در گزارشش میگوید این حمله که امانوئل مکرون آن را تروریسم اسلامی توصیف کرده فرانسه را تکان داد. مقابل مدرسه‌ای که امروز کانون توجه در فرانسه است.
شاگردان این دبیرستان در شوک قتل فجیع معلمشان دیشب، قتلی که دوباره کابوس ترور را به کشور برگردانده است. این بار ترور در یک مدرسه، جایی که نظام آموزشی سکولار فرانسه به شاگردان درس آزادی، برابری و برادری میداد، اصول فلسفه اعتقادی فرانسوی ها. این پدر و مادر یکی از شاگردها که معلمش را از دست داده. این مادر میگوید اولویت برای ما حالا این است که از بچه های من حفاظت کنیم. و پدر میگوید پسرش حالا هیچ وقت این تجربه تلخ را فراموش نخواهد کرد. حمله دیروز غروب اینجا صورت گرفت، وقتی که یک جوان 18 ساله که اصلا اهل چچن بود، معلم تاریخ و علوم اجتماعی مدرسه را در کنار مدرسه گردن زد. گزارش شده است که بعد هم که پلیس به محل رسید، او الله اکبر گویان به آنها حمله کرد و به ضرب گلوله پلیس کشته شد. پدر مادرها میگویند چند وقت پیش این معلم در کلاس درسی درباره مبانی آزادی کاریکاتورهای مجله فکاهی شارلی ابدو را به شاگردان نشان داده بود. کاریکاتورهای این مجله از پیامبر اسلام. اما آنها میگویند همونجا هم قبل از نشان دادن کاریکاتورها، معلم به احترام شاگردان مسلمان گفته بود که آن شاگردانی که نمیخواهند کاریکاتورها را ببینند میتوانند چند دقیقه کلاس را ترک کنند. رئیس جمهوری فرانسه که بلافاصله از محل دیدن کرد، این حمله را یک حمله تروریستی اسلامی توصیف کرد. او گفت مهاجم میخواست از آزاد اندیشی در مدرسه جلوگیری کند. او گفت این معلم به قتل رسید چون میخواست به شاگردانش درس آزادی بدهد. آزادی در اعتقاد به مذهب یا عدم اعتقاد به مذهب. او گفت نمیگذاریم این تلاش ها برای خاموش کردن روشنگری به نتیجه برسد. تقریبا 5 سال پیش بود که در پی انتشار چند کاریکاتور از پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو، دو مرد مسلح به دفتر این مجله حمله کردند و هیئت تحریریه آن را به قتل رساندند. قتلی که متهمان آن در هفته‌های اخیر در پاریس تحت محاکمه هستند. فرانسه در سالهای اخیر بارها هدف حملات افراد داعش و تندروهای اسلامی بوده که نزدیک به 250 نفر کشته به جا گذاشته است. در پی این حمله خیابان‌های پاریس امروز یک بار دیگر در آماده باش پلیس. کسرانجی بی بی سی. گفتگوی داریم با صنم شنیتایی، خبرنگار ارشد فرانس 24 از پاریس با ما. خانم شنیتایی، در فرانسه گویا حوادثی از این دست در مقایسه با کشورهای دیگه اروپایی بیشتر دیده میشه، چرا؟ ببینیم واقعا ما باید این سوال از خودمون بپرسیم، چرا در فرانسه و چرا انقدر زیاد؟ از یک طرف همینطور که تو رپورتاج شما شنیدیم، فرانسه کشوری هست که به نظام سکولاریسم واقعا معتقده، به همین دلیل حساسیت‌های وجود دارن در رابطه با دین. علاوه بر این، اینجا یک کشوری هست که یه بحث بزرگی واقعا جریان و ادامه داره. ما چگونه میتونیم که آزادی بیان را ادامه بدیم بدون اینکه با واکنش‌های تروریسمی اسلامگری مراجعه شیم؟ ببینید، در حال حاضر هیچ راه حلی گویا به وجود نداره. ببین، یادمون باشه همینطور که تو رپورت تقابلیمون شنیدیم، این دفعه اول نیست که ما این مشکل رو داریم. در سال 2015 در فرانسه یه مجله به اسم شارلی ابدو وقتی که کاریکاتورهای حضرت محمد رو نشون داد، بعد از اون یه به مشکلی خورد و حمله شد ضد این مجله. چندین هفته پیش و من این داستانم خودم پوشش دادم، یه حمله دیگه به دفاتر سابق شارلی ابدو دوباره وارد شد. ببینید، تفاوت این دفعه و این وحشتناک و ترسناک هست اینه که این دفعه این شخص یه معلم بود، داشت به دانشجوهای خودش در رابطه با آزادی بیان تدریس میکرد و از اون چیزی که میدونیم اون سعی نمیکرد که اصلا تحریک کنه این دانشجوها. حتی به دانشجوهای مسلمان خودش برگشت گفتش که اگر ناراحت میشین، اگر بهتون بر میخوره، به این تصاویر نگاه نکنین. و برای همین میشه گفت که الان کشوری که ما داریم توش زندگی میکنیم، کشوری که توش خبرنگار هستیم، تا حدی شکننده شده که الان ما یه حمله ضد آموزش داریم میبینیم. حتی روزنامه نگار فرانسوی گفته که ما باید
هرچی که لازم هست انجام بدیم که آموزش رو ادامه بدیم، چه میخواد در رابطه با مسائل جنسی باشه، چه میخواد در رابطه با مسائل دینی باشه، چه در رابطه با شنا برای پسرها و دخترهای کوچولو باشه، ما باید اینو ادامه بدیم و از امنیت خودمون نترسیم. گفته میشه که در فرانسه در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگه اروپایی جامعه مسلمان کمتر جذب جامعه میزبان شدن. چرا این اتفاق افتاده؟ ببینین، یکی از مشکلایی که وجود داره و من واقعا میشه گفت در از دیشب تا حالا که این اتفاق افتاده با یه سری از فرانسوی ها که صحبت کردم اینه که نه همه ولی بعضی ها تو جامعه واقعا حس میکنن که این مشکل مسلمونیه. همونطور که قبلا خدمتتون گفتم اینجا کشور سکولاریزم، ما نمیتونیم خیلی به راحتی در رابطه با دینمون صحبت کنیم، ولی یه کشوری که قبلا یه کشور کلونیال بوده، ما یه جامعه‌ای داریم که آدمای مراکشی، تونسی، از خاورمیانه همه اینجا جمع شدن، دارن کار میکنن، زندگی میکنن، ولی یه مشکلی هست که ما همیشه میگیم مشکل اینتگریشن در این کشور و این هنوز نتونستن براش یه راه حلی پیدا کنن. یه سری هستن که واقعا مشکل فقر براشون وجود داره، مشکل ادویکیشن براشون وجود داره، تبدیل شده به اینکه خارج از شهر زندگی کنن، جاهایی با سختی‌های زیادی روبرو بشن. و بعضی از سوسیولوژیست که ما باهاشون مصاحبه میکنیم تو فرانسه میگن که یکی از دلایلی که بعضی از مردم به سمت تروریسم و اکستریمیسم میرن همینه که میخوان فقط وارد یه جامعه برای خودشون بشن. گرچه الان با اینکه در رابطه با این حمله‌ای که اتفاق افتاد خیلی ملت از لحاظ سیاسی متفاوت هست افکارشون، میشه گفت که از لحاظ احساسی، از لحاظ اجتماعی یگانگی وجود داره. به خاطر اینکه خدمتتون گفتن یه معلم بود که بهش حمله شد، یه کسی که میتونه یکی از افراد عادی جامعه باشه که ما روزانه باهاش تماس داریم. این اتفاق در شهر کنفلان سانتونورین در شمال غرب پاریس، حدوداً 30 کیلومتری پاریس رخ داده. فردی که این کار رو کرده پناهندگی گرفته بوده. میدونیم که احزاب راستگرا، مثلا حزب جبهه ملی به رهبری مارین لوپن، خیلی منتقد حضور پناهندگان و مهاجران هستند. اونها از این موقعیت میتونن استفاده بکنند و جایگاه خودشون رو بهتر بکنند؟ کاملا. این حمله ممکنه واقعا که اولا به محبوبیت ایمانوئل مکرون واقعا یه آسیب بزرگی بزنه و بله همینطور که خودتون مطرح کردین، افرادی مثل مارین لوپن که از مخالفات راستی هستن کاملا از این فرصت ها استفاده میکنن و سعی میکنن که محدودیت های بیشتری ایجاد کنن در مورد مهاجران، در مورد پناهندگان، و واقعا میتونه ترسناک باشه. ولی در این حال تو چهره ملت خود فرانسه داریم میبینیم که، و واقعا این داستانها رو سوشل میدیا بیشتر به وجود داره که میان با هم، یه اتحادیهی وجود داره، میان هشتگ هایی مثل Je suis Samuel استفاده میکنن. اگه یادتون باشه Samuel اسم این معلمه بود، ما این هشتگ رو به عنوان Je suis Charlie داشتیم 5 سال پیش وقتی این حمله اتفاق افتاد. چیزی که منو یه خود دوچار ترس میکنه و یه سری از تحلیلگرها که باهاشون صحبت کردم اینه که برای اینکه با این مسائل تروریستی روبرو بشن، افرادی مثل ایمانوئل مکرون دارن به قوانین جدیدی نگاه میکنن. ابتدای ماه اکتبر میشه گفت مکرون گفتش که یه قانونی قراره معرفی کنه در ماه دسامبر که برنامه‌های زیادی داشته باشه. یه بخشش میشه مثبت باشه که میخوان سرمایه گذاری کنن در آموزش، اینا همه در نظر گرفته شده، میخوان راه حل‌های برای مشکلات اجتماعی پیدا کنن، از جمله میتونه مسکن باشه، میتونه فرق باشه، اینا واقعا میتونه مثبت باشه. ولی در این حال گویا قراره یه سری محدودیت‌های زیادی برای جامعه مسلمان‌ها، همین جامعه‌ای که من و شما داریم در موردش صحبت می‌کنی، ایجاد کنن. اونا میخوان کنترل رو مسجدها رو بیشتر کنن، میخوان مثلا امام‌هایی که فکر کنم کلمه فارسیش همون امامه که این مسجدها رو در توشون صحبت میکنن، فقط تدریس در فرانسه، آموزش در فرانسه داشته باشن. و یه سری از تحلیلگرها میگن ترسی که وجود داره اینه که این فشارها، این محدودیت ها، همون چیزهایی که سمت اکستریم رایت ها مثل مارین لوپن میخوان که حتی یه سری از مسجدها رو ببندن، میتونه این موومنت اسلامی رو یه خورده بیشتر آندرگراوند به سمت اونجا
وارد کنه، دقیقاً زیرزمینی کنه. این موارد قبلا هم انجام شده بود، کنترل بر مساجد، خصوصا مساجدی که از بیرون منابع مالی خودشون رو تهیه میکردن، خصوصا در مسئله حجاب خیلی جدی گرفتن، مثلا زنان با حجاب نمیتونستن برن به خیلی از جاها. آیا اینها نتیجه ای داده که میخوان اینها رو بیشتر به سمتش حرکت بکنن، یا اینکه ممکنه حتی در اینها بازنگری بشه؟ ببینین سوال واقعا خوبیه و همیشه برای ما هم یه جور علامت سواله. من 7 ساله که دارم در فرانسه زندگی میکنم و میتونم بگم که این یک بحث هفته‌ای هست برای ما. حجاب میتونن داشته باشن تو خیابونها، ولی مثلا اگه یه سری اداره های دولتی هستن نه. اگه یادتون باشه اینجا حتی نقاب که صورت رو میپوشونه اون غیر قانونی شده، برکینی که یه لباس پوشیده ای که میرفتن باهاش دریا خانمای مسلمون، اونا همش ازش جلوگیری شده. واقعا میتونم بگم که یه جامعه ایه که نمیتونه یه تصمیمی بگیره در رابطه با این مشکل، به خاطر اینکه من خودم هم، و این واقعا یه نظر شخصیه، هم انگلیس زندگی کردم هم فرانسه، میتونم بگم جاهایی که سعی میکنی این چیزا یه سری چیزا رو از ملت بگیری، یه سری قوانین زیادی معرفی کنی، یه سری محدودیت‌های زیادی به زندگیشون بیاری، شاید یه جوری یه ریاکشنی بهش نشون میدن. یعنی یه محله‌های میری به خصوص میبینه با اینکه غیر قانونیه، زنان مخصوصا، حتی زنایی که شاید تو زندگی عادیشون صورتشون پوشیده نباشه میپوشونن که یه پیامی خودشون به دولت اینجا بگن. من در جایی نیستم که بخواد نظرسنجی کنم و بگم آیا اینا جواب میده یا نمیده، ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ببینیم تو فرانسه این اتفاقات داره میفته، گویا مقداری بیشتر از کشورهای دیگه منطقه، و متاسفانه این داستان ادامه داره. متشکرم، سپاسگزارم از صنم شنیتایی، خبرنگار ارشد فرانس 24 از پاریس با ما. از عمر حضور حسن روحانی در کاخ ریاست جمهوری ایران زیاد باقی نمونده، کمتر از 1 سال تا اواسط تابستان سال آینده، در حالی که شمارش معکوس حدوداً 10 ماهه برای رفتن حسن روحانی شروع شده. اظهار نظرهای یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد رئیس جمهوری ایران جنجالی شده. حساب کاربری منصوب به مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در توییتر دیروز نوشت اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات حسن روحانی راضی نیست. در بعضی از و بخشی از همین توییت که اینجا میبینید خطاب به روحانی اومده که با منطق شما، یعنی مبنا قرار دادن اکثریت، رهبر انقلاب باید دستور بده که 1000 بار شما رو اعدام کنن تا دل مردم عزیز راضی بشه. اما دلیل برآشفتگی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران چیه؟ مجتبی ذوالنوری از اصولگرایان دو آتشه و همواره منتقد دولت حسن روحانی بوده و البته هست. این پیام در توییتر ظاهرا واکنشی به سخنان اخیر حسن روحانی درباره جنگ و صلح. این حرفا: امام حسن هم باید از او یاد بگیریم، او امام صلح بود، او امام پیوند بود، او امامی بود که با ایجاد وحدت برای حفظ اساس اسلام گام برداشت. وقتی برخی از اصحاب امام حسن آمدن با زبان معترضانه که چرا قبول کردی، چرا صلح کردی، چرا در برابر طرف شما پیمان رو امضا کردی، حضرت فرمود انی رأیت هوا معظم الناس علی الصلح. گفت جامعه اسلامی که شما 10 نفر نیستید، که شما 20 نفری که اینجا پیش من آمدید، شما که دنیای اسلام نیستید. که من تو مسجد رفتم برای مردم سخنرانی کردم، انی رأیت هوا معظم الناس، دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح میخوان، و من وقتی مردم این رو میخوان صلح رو انتخاب میکنم. این راه امام مجتبی است. امام مجتبی به ما میآموزد مرد جنگ باشیم به روز جنگ، مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر در روز صلح جنگیدیم، اگر در روز جنگ صلح کردیم، هر دو خطاست، هر دو اشتباهه.
به موقع باید بیستیم و بجنگیم، به موقع باید صلح کنیم. حسن روحانی بود در جلسه هیئت دولت. ظاهرا منتقدان بهبود در روابط تیره و تار ایران و آمریکا افرادی مثل آقای زنوری و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد سخنان آقای روحانی رو چراغ سبزی تلقی کردند برای فتح باب احتمالی مذاکرات و از سرگیری رابطه با آمریکا و اون رو تحمل نکردند. با بالا گرفتن واکنش‌ها و انتقادها به ادبیات رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و پیش کشیدن بحث اعدام رئیس جمهوری از طرف اون، همون حساب کاربری منصوب به مجتبی زنوری ویدیو تازه منتشر کرده و درباره برنامه استیضاح حسن روحانی توضیح داده. استیضاح آقای رئیس جمهور از دستور خارج شده که استیضاح به قوت خودش هست. پرونده استیضاح دست بنده است. 44 نفر امضا کردن که 11 نفرشون پس گرفته. الان 33 تا امضا ما داریم. از نماینده‌های دیگه خواهش میکنیم که بیان انشاءالله تکمیل کنن که این اوضاع نابسامان فعلی با استیضاح آقای رئیس جمهور انشاءالله سامان پیدا کنه. مجتبی زنوری بود. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران در واکنش به این خیز احتمالی نماینده های اصولگرا برای استیضاح روحانی نوشته که استیضاح حق اکثریت قاطع مجلسه، اما ایجاد تزلزل در حاکمیت، تضعیف دولت در زمان جنگ اقتصادی، نخ دادن به هر دو نامزدهای انتخاباتی آمریکا برای کوتاه نیامدن در برابر دولت فعلی ایران و تعویق هر گونه رفع یا کاهش تحریم ها تا استقرار دولت بعدی در ایران هم هست. آقای آشنا حمله هم به شخص مجتبی زنوری کرده و او رو نماینده 204,000 رأی توصیف کرده. هرچند که با توجه به مخالفت تلویحی چند ماه پیش رهبر ایران با استیضاح روحانی، بعیده که استیضاح در عالم واقع و فراتر از امضای این چند نماینده در کار باشه. صرف نظر از اینکه حالا چه کسی برنده انتخابات 16 روز بعد در آمریکا بشه، آیا دولت حسن روحانی در چنین شرایطی توان مذاکره برای بهبود روابط ایران و آمریکا رو خواهد داشت؟ و گفتگویی در این زمینه خواهیم داشت با احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق از برلین آلمان. آقای مهرابی، این حرفایی که آقای روحانی زده از نظر شما نوعی علامت دادن و پیام دادن برای مذاکره با آمریکا تلقی میشه؟ آقای روحانی به هر حال شبیه این حرفا رو هم قبلا زده در بسیاری از موارد، اما اون چیزی که شاید برای افرادی مانند آقای زنور برخورنده بوده این بوده که به هر حال تأکید کرده که مخالفان موضوع مذاکره با آمریکا 10-20 نفر نیستند. از نظر افرادی مانند آقای زنور، به هر حال آقای روحانی میخواد که فضا را برای هر اتفاق احتمالی در آمریکا آماده بکنه و به هر حال این صحبت ها قاعدتا یک سری درگیری های پشت پرده هم داره و مطرح شده بود که به طور مثال رهبر جمهوری اسلامی از آقای ظریف خواسته که برنامه‌اش رو برای هر اتفاق احتمالی در آمریکا آماده بکنه و به هر حال از این جهت گروهی در ایران موضوع مذاکره رو دور از ذهن نمیدونن، هرچند که به هر حال به همین سادگی هم نیست. برای همین قاعدتا وقتی این خبرهای پشت پرده مطرح میشه، در بخشی از این درگیری‌ها هم به روی صحنه منتقل میشه. آقای زنور البته در این اقدام یا در این صحبت‌های خودش تنها هست و خیلی حمایتی از سوی اصولگرایان از اقدامات او انجام نشده. به هر حال خود آقای زنور هم میدونه که مجلس در شرایط فعلی حتی نمیتونه یک وزیر را استیضاح بکنه و برخی از نمایندگان گفتن که طرح سوال از رئیس جمهور هم توسط آقای قالیباف رئیس مجلس عملا بایکوت شده، چه برسه به موضوع استیضاح رئیس جمهور. حتی آقای روحانی در جلسات رأی اعتماد به وزرا هم شرکت نمی‌کنه و به هر حال وضعیتی نیست که مجلس مثلا این شرایط رو داشته باشه که بخواد آقای روحانی را استیضاح و برکنار بکنه. اما قاعدتا این صحبت‌ها به نوعی هدفش تحقیر آقای روحانی هست که این وضعیت تحقیر دولت به همین شکل ادامه پیدا بکنه، هم به نوعی بر روی انتخابات ریاست جمهوری آینده میتونه تأثیر بذاره. همین که مثلا اگر حالا اتفاقی بخواد رخ بده و مذاکره ای انجام بشه، دیگه دولت با این تحقیری که شده خیلی نمیتونه اون چک این مذاکره رو در فضای سیاسی داخلی نقد بکنه. اگر هدف انتخاباتی باشه، آیا معنا و مفهومش این خواهد بود که
از همین حالا هر نوع شعار یا علامت دادنی رو برای آغاز گفتگو یا نوعی از مذاکره با آمریکا تحریم بکنند، فضا رو محدودتر بکنند؟ به هر حال از جهتی ممکنه این باشه، ولی اون اتفاقاتی که در ایران میفته و نشانه هایی که هست، به هر حال مقامات جمهوری اسلامی احساس میکنن که این وضعیت به این شکل قابل ادامه پیدا کردن نیست و بانک مرکزی خودش را برای دلار 40 یا 50 هزار تومانی آماده میکنه و از این جهت حداقل فضای روانی فعلی قابل ادامه دادن نیست و دولت اگر در عمل هم اتفاقی نمیفته باید برای فضای روانی یک اقدامی انجام بده. بخشی از اعتراضات آقای ذوالنور یا افراد مشابه میتونه به نوعی مخالفت با موضوع مذاکره باشه، یا اینکه از الان اگر بنا باشه که مذاکره بشه تقصیر را به گردن آقای روحانی بندازن و از الان فشارها و حملات به آقای روحانی به شکلی باشه که در نهایت هر اتفاقی که افتاد اعلام بشه که رهبر جمهوری اسلامی مخالف بوده و این دولت بوده که این اقدامات را انجام داده و به نوعی در واقع مسئولیت را از گردن خود مجلس و دیگر نهادها هم سلب بکنن. همون اتفاقی که به هر حال در موضوع برجام افتاد و آقای خامنه‌ای با وجود حمایتش الان خودش را به عنوان منتقد برجام اعلام میکنه. در هر صورت تا 16-17 روز دیگه تکلیف انتخابات آمریکا به احتمال خیلی زیاد روشن میشه، یکی از نامزدها برنده خواهد بود. هر دوی اونها حرف و پیام‌هایی برای ایران داشتند. برای دولت آقای روحانی زمان و فرصت کافی هست؟ اگر مثلا پیامی از طرف مقابل ببینه و فکر بکنه که شرایط مذاکره فراهم شده؟ قاعدتا خیلی نیازی به زمان نیست، یعنی موضوع اینه که به هر حال همه وضعیت روشن هست، نظر چون موضوع جدیدی که نیست، نظر وزارت خارجه، نظر دولت، پارامترهای مختلف، احتمالهای مختلف، همه اینها آماده هست. منتها موضوع اینه که قاعدتا باید رهبر جمهوری اسلامی به دولت اجازه بده و اون سطح اجازه‌ای که حالا به دولت میده هم مهم هست که در چه موضوعاتی باید مذاکره بشه یا اصلا چه اتفاقی باید بیفته. اگر مجوز رهبر جمهوری اسلامی باشه قاعدتا برای دولت آقای روحانی مشکلی نیست، به خصوص اینکه به هر حال بحث فضای روانی خیلی مهمتر هست تا اینکه در عمل بخواد اتفاق بیفته، یعنی اینکه بخش عمده از اتفاقاتی که در فضای اقتصادی افتاده موضوعاتش روانی بوده. از اون طرف هم دولت هم نیاز داره که یک اتفاق روانی بیفته که حداقل فضا رو بتونه کنترل بکنه، حالا اینکه اقدامی انجام بده یا نه اون موضوع دیگری هست و خیلی اتفاق خاصی هم بنا نیست بیفته، یعنی اگه دولت آقای روحانی بتونه یک مقدار به لحاظ اقتصادی نفس بکشه تا حدودی فضا باز شه که یک مقدار نفت بفروشه، یک سری مبادلات اقتصادی انجام بده، از اون طرف فضای روانی رو کنترل بکنه، قاعدتا میتونه به هر حال در پایان دولتی تا یه شرایط نسبتا مناسبی تحویل بده. دیگه اون موضوع رابطه با آمریکا یا مذاکره با آمریکا هم عملا حالا اتفاقی نیست که در دست دولت باشه. دولت حداکثر میتونه مانند موضوع برجام یا اتفاقات دیگه یک فضای تنفسی را ایجاد بکنه تا به هر حال نظام جمهوری اسلامی به یک تصمیم مناسب، به یک تصمیم قطعی تری درباره این موضوع برسه که خب قاعدتا اون هم در اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست. ممنونم از احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی از برلین آلمان با ما. سازمان غذا و داروی ایران در واکنش به کشف محموله قاچاق دارو در عراق گفته که داروهای کشف شده ایرانی نیستند و صرفاً از ایران به عراق ترانزیت شدند. یک مقام ارشد وزارت بهداشت ایران اما خواهان دریافت نمونه داروها برای تحقیق درباره منشأ آنها شده. پیشتر یکی از مشاوران وزیر بهداشت ایران هم گفته بود که با افت ارزش ریال قاچاق دارو به کشورهای همسایه بیشتر شده. پویا قربانی همکارم واکنش ها به این خبر رو دنبال کرده. بد نیست که از بازتاب این خبر در بین مقام های ایرانی شروع بکنیم. درسته، ما با یک خبر مواجهیم و چندین روایت و اظهار نظر که در بعضی مواردشون ضد و نقیض هستن. وقتی خبر چند روز پیش منتشر شد که این محموله در عراق توقیف شده،
واکنش‌های متفاوتی داشت. امروز ما اطلاعیه سازمان غذا و دارو ایران رو داریم که گفته داروها ایرانی نیستند، از مبدأ ایران هم نبودن، از مبدأ یکی از کشورهای همسایه بودن که نام نبرده و از مرز ایران ترانزیت شدن. در همین اطلاعیه اومده که به دلیل اینکه بعضی داروها در ایران با ارز دولتی وارد میشن، بعضی از قاچاقچی‌های دارو اونطور که اونها نام نهادن دنبال سودجویی هستن که با اونها برخورد میکنیم. اما ما اینو بذاریم کنار اظهار نظر مدیر کل همین سازمان غذا و دارو که میگه که اظهار نظر مقامات عراقی یک ادعاست، ما هنوز نه مدارکی تحویل گرفتیم نه نمونه دارو که باید ببینیم و بر اساس اون ببینیم که به چه صورت هست. یعنی اصولا اون چیزی که اطلاعیه تایید کرده بود رو این معاونت فعلا رد کرده. پیشتر ما معاون فنی گمرک هم داشتیم، گمرک ایران، که اظهار نظر کرده بود که در همین ماه گذشته چندین محموله دارو از مبدأ کشورهای خارجی با طی تشریفات قانونی کامل از ایران ترانزیت شده. پس ده. این هم بذاریم کنار اون که این موضوع ادامه داره. و علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت که گفته بود که اینها به صورت ورقی خریداری شدن از داروخانه، این باز یک روایت دیگه است که این ضد و نقیض بودن اونها در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. وقتی دارو مطرح میشه بحث تحریم دارو هم پیش میاد، بسیار واکنش برانگیزه. دقیقاً این موضوع و همزمانیش با هشتگی که در توییتر به خصوص هشتگ روایت تحریم سعی میکردن مخالفان تحریم اون رو داغ کنن، همزمانی این دوتا به اینو شکاف منجر شده. اینکه و سوالات بسیار زیادی رو مطرح کرده، اینکه متهم میکنن بسیاری که آیا پس با این وجود وقتی ما دم از کمبود و نایاب بودن دارو میزنیم، مقامات ارشد جمهوری اسلامی روایت قاطبه اونها این هستش که دارو تحریم، هرچند که مقامات آمریکایی اون رو رد میکنن، میگن دارو اقلام انسان دوستانه در لیست تحریم ها نیستن. اما خب ما روایت یه سری بازرگان های ایرانی هم داریم که میگن به دلیل ترس طرف های خارجی و بانک ها از معامله با ایران، در نهایت چیزی که هستش اینه که دارو به ایران نمیرسه. اما واکنش ها این که این دارو از احتمالاً از مرز خسروی رفته، با توجه به اون اطلاعیه ارتش عراق که گفته که در جاده خانقین این محموله توقیف شده، بسیاری دارن سوال میکنن که آیا این چون 19 تریلی کانتینر دار بوده بر اساس اطلاعیه ارتش، سوالی که الان مطرح هست در شبکه‌های اجتماعی این که آیا اینها با هماهنگی و به صورت سازمان یافته این اتفاق افتاده، اونطور که ارتش عراق میگه این قاچاق که در تاریخ قاچاق دارو در این کشور بی سابقه بوده و میگن که میلیون ها دلار ارزش این محموله است. این سوالای زیادی رو مطرح کرده، اینکه چرا مقامات ایرانی FATF رو به هر حال امضا نمی‌کنن تا بلکه بتونه راه دیگه‌ای رو باز کنه برای اینکه دارو بشه امکانش فراهم بشه که راحت‌تر به ایران وارد بشه. و بسیار این اتهام رو به سمت مقامات ایران وارد میکنن که آیا پس این کمبود دارو در ایران عمدی هست. این چیزی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه به هر حال گمانه‌زنی‌های زیادی هست. من جالب، بسیاری وقتی این خبر رو خونده بودن که این محموله قاچاق توقیف شده، بعد گروهی من دیدم نوشته بودن که چند بار خبر رو خوندن که متوجه بشن که قاچاق دارو از چه سمتی اتفاق افتاده. خیلی‌ها فکر میکنن که به داخل ایران قرار بوده این قاچاق بشه. به هر حال همونطور که گفتم، همزمانی این موضوع با اون تلاش گسترده‌ای که مخالفان تحریم داشتن برای اینکه روایت خودشون رو از گرانی دارو و تحریم دارو ارائه کنن، باعث واکنش‌های بسیار زیادی شده. بسیار ممنونم از پویا قربانی همکارم که واکنش‌ها به این خبر رو دنبال کرده بود. معرفی رحمت الله اندر به عنوان سخنگوی جدید شورای امنیت ملی افغانستان واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. گفته شده آقای اندر قبلا عضو گروه طالبان بوده و مدتی را هم در زندان دولت افغانستان گذرانده. همکارم سحر رحیمی در کابل با او مصاحبه کرده و از او پرسیده که آیا در گذشته از فرماندهان طالبان بوده؟ بله، در ابتدا عضویت گروه طالبان را داشتم. این که چرا داستان طولانی دارد. اما اگر خلاصه بگویم، معمولاً در کشورهای جهان سوم مثل افغانستان، حوزه و شرایط مسیر شما را تعیین می‌کند.
در کنار آن، وقت حکومت طالبان سقوط کرد و دولت آقای کرزی روی کار آمد، در این میان یک خلا وجود داشت. نظام کامل نبود که آدم می توانست روی آن اعتماد کند. یک فاصله وجود داشت. این فاصله بسیاری از مردم را از حکومت ناراضی ساخت و باعث شد شماره از مردم مسیرشان را از دولت جدا بسازند. برای من هم همین گونه بود. در کنار این موضوع گفته میشه که شما مدتی را هم در زندان بگرام سپری کردین. چرا و چه مدت؟ او زی وازی به بگرام که نه، بلکه زی لدی حکومت سر هم. تنها در بگرام نه، من مدت زندانی دولت هم بودم. زمانی که اسدالله خالد ولی غزنی بود. تقریبا 2.5 سال در بگرام زندانی بودم و در سال 2004 هم برای 2 ماه زندانی دولت بودم. اینکه چرا زندانی بودم هیچ سند و مدرک وجود نداشت. من یک دانشجوی عادی بودم. آن زمان حکومت طالبان هم سقوط کرده بود و من با طالبان نبودم. اول هم گفتم یک فاصله وجود داشت. دولت هنوز به حالت ثبات نرسیده بود. هر کس عقده داشت و من هم بر همین اساس بازداشت شده بودم. شما به نظر میرسه که اولین مولوی هستین که به عنوان سخنگوی شورای امنیت ملی تعیین شدین. چی فکر میکنین دولت با تعیین شما در این سمت تلاش داره تا از نگاه فقهی و استدلالی هم وارد میدان شوه با طالبان؟ شاید ده هم ویخ ولی مو یواز لما شاید این هم باشد. اما بجز من علمای زیاد در نظام فعلی کار میکنند. فقط با موجودیت من استدلال دینی دولت در مقابل طالبان قوی یا ضعیف نمیشود. برای استدلال دینی علمای زیاد در تیم مذاکره کننده دولت هم حضور دارند. در اصل جمهوریت چتر وسیعی دارد و برای همه اقشار جامعه در آن جا وجود دارد. شما چه فکر میکنید؟ چقدر برای تامین یک صلح واقعی در افغانستان حفظ دستاوردهای زنان یک الزام است، یک مسئله ضروری است؟ فقط در روند صلح نه، بلکه در همه بخشهای زندگی باید حقوق زنان حفظ شود. من فکر میکنم اگر در جامعه سنتی ما زنان حقوقشان را بدانند و این حق برایشان داده شود، بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد. دلیل اختلافتان با گروه طالبان چی بود؟ سال 1391 بود که با گروه طالبان مخالفت پیدا کردم و نیروی خیزش مردمی برخلاف این گروه را راه اندازی کردم. اینکه چرا با طالبان جنگیدم داستان بلند دارد. من در واقع نه با دولت هستم نه با طالبان. من با مردم خود هستم و هر کسی که باعث ایجاد مشکل به ملت من شود، هر کسی هم که باشد، من برخلافش ایستاد می شوم. من تنها بازمانده آن جنگ هستم. پدرم، برادرم، کاکایم و پسران کاکایم شهید شدند و یگان سرپرست خانواده هایشان من بودم و به همین خاطر جنگ را ادامه ندادم. گفتگوی همکارم سحر رحیمی بود با یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی افغانستان، آقای اندر. دور محمد کشمی، خواننده مشهور ترانه‌های فولکلور و محلی افغانستان، دیشب در 88 سالگی درگذشت. ریاست اطلاعات ولایت بدخشان گفته که آقای کشمی بر اثر بیماری چشم از جهان فرو بسته. او بیشتر از 50 سال در عرصه موسیقی افغانستان کار کرد. همکارم روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. من کجا و دست گل چیدن کجا ای با. دور محمد کشمی 88 سال پیش از امروز در ولسوالی کشمی ولایت شمال شرقی بدخشان افغانستان زاده شد. در هوای مردی که از چوپانی و گشت و گذار در دامنه‌های هندوکش با ساز و آواز خو گرفت. او مثل بسیاری از محل خانهای دیگر افغانستان موسیقی را حرفه‌ای نیاموخته بود. اما صدایش آنقدر زود در میان هواداران تنین انداخت که بعد از 20 سالگی راهش به محافل و هتل ها باز شد و به شهرت رسید. بازر کنم پوم با بدیم بازوی زور آورم زنی سفید آورم. پسرش جاوید میگوید این اولین آهنگ ضبط شده ی آقای کشمی در رادیوی افغانستان است، اتفاقی که در همان اوایل کار رقم خورده. حالا در راه پدر قدم نهادم. میگوید پدرش سفرهای هنری به ترکمنستان، تاجیکستان، ایران و 11 کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان داشته.
با اندوه فراوان که وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ این هنرمند را یک ضایعه بزرگ خواند. سبک و سیاق سرایشگری و نوازشگری و طرب گرایی استاد در محمد کشمی ویژه خودش بود. او نمایندگی از گذشته افغانستان و نسل میانسال افغانستان میکرد. در واقع بافت میانی گذشته و همین اکنون بود. آقای در محمد با سازهای بومی افغانستان مثل دنبوره یا دوتار و قیجک دسترسی داشت و گفته می شود از او بیش از 1000 اثر هنری باقی مانده. در محمد کشمی که به باور برخی یکی از برترین محل خانان فارسی زبان در افغانستان بود، بیش از نیم قرن شنوندگان موسیقی در این کشور را سرگرم کرد و سرانجام شب گذشته در بیمارستانی در تخار درگذشت. کافر بیا اسلام شو. چی میگه بابا؟ شمو پس بی محفلی ناکام شو. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. اجرای مجازی گروهی از مخاطبان بی بی سی فارسی از قطعی از آثار محمد رضا شجریان به نام زمن نگارم. از شما خواسته بودیم با این تصنیف آقای شجریان همخوانی یا همنوازی بکنید و برای ما ویدیو بفرستید. تصنیف زمن نگارم با شعری از ملک و شعرهای بهار و آهنگ درویش خان اجراهای متعددی داره و آقای شجریان هم اون رو در آلبوم آهنگ وفا خونده. همکارم سیامک محیط‌زاده از مجموعه ویدیوهایی که شما برای ما فرستادین یک اجرای گروهی مجازی تهیه کرده که با هم می‌بینیم. Thank you.
قبل از اینکه برنامه 60 دقیقه رو به پایان ببریم، اجازه بدید که تصاویر زنده‌ای داشته باشیم از حوالی پاریس در فرانسه. متاسفانه همین الان تصاویر زنده رو از دست دادیم. همونطور که در برنامه اشاره کردیم، قتلی در حوالی پاریس فرانسه رو تکان داده. یک شاگرد 18 ساله تابعی در اصل کشور روسیه که در فرانسه پناهندگی گرفته بود، معلم خودش رو سر برید. انگیزه های مذهبی بوده. معلم فردی بود که کاریکاتورهای جنجالی مجله شارلی ابدو رو نشان داده بود، کاریکاتورهای پیامبر اسلام رو، و همین گویا باعث خشم این دانش آموز شده بود. و او دیروز در حوالی پاریس در 30 کیلومتری شمال غرب این شهر در یک شهرک به اسم کنفلانس سنتو نورین معلم خودش رو به قتل رسوند، با در حالی که با شعارهای الله اکبر سر او رو از تنش جدا میکرد. پلیس البته بعداً ضارب رو به قتل رسوند بعد از اینکه ضارب با یک تفنگ به طرف پلیس شلیک کرد. ما تصاویر زنده‌ای داشتیم از پاریس که متاسفانه این تصاویر رو از دست دادیم. در هر صورت خیلی ممنون از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو میتونید در وبسایت BBC فارسی و همینطور بر روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از همراهی شما.